کتابی که تاس با خانواده نورماتا فلکی نموده تیلو میدید، سنه هفتمی اکتیابر مرشزنی جنگی تن بطنی آمیخته شده از ازبکستان بگزاد نورماتف پس از محاربه با مرشزنی چچین بسلان اسرائیل در مسابقه اپسل چمپیونشیپ احمد خندریک که سنه چارمی اکتیابر در شهری گروزنی برگزار گردیده بود وفات کرد. شبی روز یکشنبه بگزاد پس از محاربه با کاما دوچار شده پس از سکته مینه وفات کرد. با خبرنگاران نزدیکانی ورزشگر خبر دادند بگزاد در ازبکستان دفن کرده می شود. علمای دین در خصوصی محاربه هایی بمانند MMA می گویند که آن برای مسلمانان من کرده شده می باشد. زیرا برای کسی ضربه زدن و عموماً به خود و یا دیگری ضرر رسانیدن در اسلام من کرده شده است. اینچنین ورزشگران به میدان محاربه برای دلخوشکنی تماشابینان با لباسی ناشایان می برایند. محمود عبدالمومین بلاگری معروفی ازبک قضیه را چنین شرح داد. یعنی بگیم کنده رنگلرده بولید کن و مسئله جنگ تن بطن در این آین مردم برای تماشایت نمایشی مذکور پول صرف میکنند که در آن دو حریف با یک دیگر جنگ میکنند و شخصانی هستند که از این نفع میبرند. کارهای مذکور پس کننده شرف انسانی است و برای دلخوشی کرده میشود. انسان هایی هستند که حیوان ها را به یک دیگر جنگ می اندازند و با این درآمد به دست می آورند. کاری که در رینگ انجام داده می شود عیناً به جنگ داختن حیوان ها شباهت دارد و کاری مذکور در جامعه کپیتالیستی یک کاری عادتی می باشد. اکنون مسئله را از نقطه نظر اسلام دیده می برایم. متن های شرعی هستند که قطعیان و آشکارا برای نه تنها انسان حتی برای حیوان زدن را من میکند. از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: اذا ضرب احدكم فليتق وجهه في الدابه. وقتی که حیوان را میزنید از زدن بر رویش خودداری نمایید. الله تعالی حتی از زدن بر روی حیوان ها باز داشته است. الله انسان را قیترگن و اون قصدن بلب اروشلگی حرام. Endi ikkinchi masala bor. Ikkinchi masala oxirgi mahalda judayam ko'pchilikda orasida. G'ayr az in vaqtdan oxir holatlari ba vuqu payastan ki musulmonon az boloi nafari digar dar jangi tan batan g'olib oyat ba'zi az insonho in g'alabaro bo islom aloqaman mekunan. Masalan janghoi Habib Nurmagomedov ro paygiri namoyem agar o dar ring bo harifash ki payravi dini g'ayri islom az to az boloi g'olib oyat مردم چنین حالت را غلبه اسلام میپندارند. اگر حبیب در جنگ های مذکور اشتراک ورزد و در یک جایگی از پوتین منتداری قبول نماید این غلبه اسلام نیست. برعکس اسلام چنین حالت را سرزنش میکند. الله مهربان در قرآن میفرماید: ما بنی آدم را مکرم ساختیم. بنی آدم را بز انسان دو بالاسنه اولوک قلدی دیگن. حبیب سلام علیکم.